دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شاد، مغز جوان و تنی سالم داشته باشید. امروز میخوام در مورد اتفاقاتی که در سال 2023 ممکنه در کردستان اتفاق بیفته صحبت بکنم. ولی پیش از اینکه صحبتامو شروع بکنم، از همه دوستان تقاضا دارم اگر برنامه رو دنبال نمی‌کنن، سایت من رو دنبال بکنن تو یوتیوب. اگر براشون امکان پذیر هست نظراتی بنویسند و اگر ممکن هست و دوست داشتن لایک بکنن و یا اینکه بازنشر بدن. واقعیت اینه که مدتی تحت حمله اسپم هستیم، اسپم یا همون هرزنامه، و مقدار زیادی از تعقیب کننده های ما پایین اومده و ویدوهامون به اون شکلی که قبلا دیده میشد دیده نمیشه. به هر حال اگر براتون امکان پذیر باشه این حرکت رو انجام بدید، این کمک رو به من بکنید، بسیار خوشحال خواهم شد. و بریم سر اصل موضوع که مسئله سال 2023 و اتفاقاتی که ممکن هست تأثیراتی روی کردستان داشته باشه. همونطور که میدونید کردستان کشوری است که تحت اشغال 4 کشور ایران، ترکیه، عراق و سوریه هستش. تحولاتی که در ایران و ترکیه اتفاق میفته بسیار سرنوشت ساز خواهد بود، چرا که قسمت اعظمی از جمعیت کرد مقیم این دو کشور هستند. در سوریه و عراق تقریبا وضعیت تقریبا به حالت ثبات در اومده و یک قسمت تقریبا مستقل یا فدرال تشکیل شده و با حکومت مرکزی در حال به اصطلاح زدوبند سیاسی خودش است. ولی در ایران و ترکیه وضعیت به شکل دیگری هست. اول از منظر ایران به موضوع نگاه میکنیم. ایران کشوری است که در سال گذشته با اعتراضات بسیار از طرف مردم بر علیه حاکمیت ادامه پیدا کرده و اعتراضات بسیار ریشه‌ای رو تجربه کرده. در خبرها بود که آیت الله خامنه‌ای از نیروهای خودش، از قوای مختلف تقاضا کرده که به صورت رادیکال تری با مخالفان برخورد بکنن و قوه قضاییه احکام اعدام پشت سر همی را داده. از طرف دیگه یک منبع آگاه در سپاه به یکی از خبرگزاری ها خبر داده بود که سپاه از نیروهای بازنشسته خودش تقاضا کرده که به خدمت بازگردن. وضعیت ایران وضعیت بسیار بحرانی هست. حکومت جمهوری اسلامی در این مدتی که بر حکم بوده اختلافات بسیار بسیار ریشه‌ای رو ایجاد کرده که این اختلافات در حالتی ممکن است به تجزیه ایران منجر نشود که دولتی فدرال و دموکرات در ایران حکومت بکنه. واقعیت این است که در ایران در حال حاضر نه نیروهای اپوزیسیون و نه نیروهای داخل حاکمیت در اون قدرت هستند که بخواهند به این اصلاحات و این تغییرات بنیادین یا این انقلاب بنیادین تن در بدن. نیروهای حاکم در جمهوری اسلامی هسته قدرتی رو تشکیل دادن که در انتخابات فرمایشی قدرت رو بین خودشون دست به دست میکنن. قدرت مسلما به دنبال خود ثروت داره و این ثروت هم همچنان قدرت ایجاد میکنه. نیروهای مقیم در قدرت جمهوری اسلامی ایران مدت بسیار طولانی هستش که اون انتخابات فرمایشی رو هم بسیار فرمایشی تر کردن و دست به دست شدن قدرت رو بسیار بسیار محدود کردن و این باعث میشه که تمام کسانی که در ایران زندگی میکنن زندگیشون تحت تأثیر یک هسته قدرت متمرکز به دور از واقع بینی قرار بگیره و زندگیشون تحت تأثیر حرکت‌های اونا قرار بگیره. در چند وقت گذشته اعتراضات ریشه‌ای به وجود اومد در ایران با قتل مهسا امینی یا ژینا امینی و این اعتراضات همچنان ادامه داره، هرچند که بسیار از وسعت و قدرتش پایین آمده، ولی به هر حال اعتراضات همچنان بردوام است و این اعتراضات تا سرنگونی جمهوری اسلامی مطمئنن ادامه پیدا خواهد کرد.
و جمهوری اسلامی به احتمال خیلی زیاد سرنگون خواهد شد و دولت جدیدی در ایران حاکمیت رو در دست خواهد گرفت. ولی مسئله اساسی در ایران این است که حزبی ترین، سیاسی ترین، با تشکیلات ترین قسمت از جغرافیای ایران کردستان است و کردستان در تمام این مدت تحت ظلم و فشار و سرکوب بیش از حدی قرار گرفته. به هر حال هر کسی که در ایران حکومت رو در دست بگیره مجبور است که به شکلی با کردستان کنار بیاد و این کنار آمدن دو راه بیشتر نداره: یا ایران تجزیه خواهد شد و کردستان به سمت حکومت مستقل خواهد رفت، یا ایران به سمت حکومت واقعی دموکراتیک و فدرالیسم پیش خواهد رفت و کردستان مثل سایر نقاط دیگه‌ای که تحت ظلم و ستم قرار گرفته در این مدت از استقلال نسبی سیاسی و اقتصادی برخوردار خواهد بود و خواهد توانست بر اساس فرهنگ و بر اساس نیازمندی های جغرافیایی خودش توسعه پایداری رو در کشور خودش یا در منطقه فدرال خودش پیش بگیره. به هر حال در سال آینده احتمال سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار بالاست و این سرنگونی به طبع خودش اختلافات ریشه‌ای رو که جمهوری اسلامی با اختلافات مذهبی، با اختلافات زبانی، با اختلافات قومی که ایجاد کرده تبعاتش رو خواهیم دید و این تبعات احتمالاً ایران رو به سمت یا یک کشور بسیار دموکرات و پیشرفته خواهد برد و یا اینکه به سمت یک کشور تجزیه شده. در کشور همسایه ایران ترکیه اتفاقاتی افتاده که هم درس عبرتی برای ایران میتواند باشد و هم اینکه تأثیرات بسیار بنیادینی بر مسئله کرد خواهد داشت در آینده بسیار نزدیک. در ترکیه مدت یک سالی هستش که 6 حزب عمده مخالف اردوغان پشت یک میز جمع میشن و پروتکل های همکاری و همفکری رو امضا میکنن. این میتواند درسی باشد برای اپوزیسیون ایرانی که بتوانند پشت یک میز گرد بیایند و پروتکل های همکاری رو امضا بکنند و بتوانند این نقل و انتقال قدرت رو به سمت بسیار کم هزینه تری رو پیش ببرند. ولی این حرکت فعلا در اپوزیسیون ایرانی دیده نمیشه. به هر حال در 3-4 ماه آینده در کشور همسایه ایران که ترکیه باشه انتخابات ریاست جمهوری برپا خواهد شد. این انتخابات ریاست جمهوری بسیار سرنوشت ساز است به دلیل اینکه 20 سال حکومت اردوغان بر ترکیه با هزاران زندانی، زندانهای به دور از حقوق اولیه، زندانیهایی که بر اساس قوانین جاری خود ترکیه هم نباید زندانی بشن، روشنفکرها، روزنامه نگاران و کسانی که در داخل ترکیه فعالیت سیاسی میکنن همراه بوده. دولت اردوغان در این مدت همراهان و همفکران و نزدیکان اردوغان اختلاسات بسیار زیاد اقتصادی را انجام دادن، قانون گریزی های بسیار بسیار ریشه‌ای را انجام دادن و در تمام این مدت به دلیل وجود حمایت قوه قضاییه ترکیه از اردوغان امکان بازخواست این حرکت ها و اعتراض به این حرکت ها وجود نداشته. در حال حاضر 6 عضو اپوزیسیون که در پشت میز همفکری با هم جمع شدن به سمت تعیین نامزد مشترک پیش میرن. در هفته گذشته حزب HDP یا حزب عمده کردی اعلام کرد که ممکن است این حزب HDP هم یک نامزد رو انتخاب بکنه. با نظرسنجی هایی که در ترکیه انجام گرفته، حزب حاکم ترکیه عدالت و توسعه اردوغان و حزب MHP که حزب نجات پرست و به اصطلاح تورانیسم ترکیه هستش، با اتحادی که با هم دیگه دارن احتمالا 30-35% آرا رو به خود اختصاص خواهند داد. نیروهای جبهه ششگانه‌ای که پشت میز مذاکره با هم متحد شدن، نیروهای اپوزیسیون هم احتمالا 35-40% آرا رو داشته باشن و در صورتی که نیروهای کرد برای انتخابات یک کاندید معرفی بکنن به احتمال 90%
انتخابات به مرحله دوم کشیده خواهد شد. در هر حالتی چه انتخابات به مرحله دوم کشیده بشه چه اینکه قبل از انتخابات احزاب اپوزیسیون یا پوزیسیون کسانی که در قدرت هستند برای رسیدن به همفکری با کردها احتمال خیلی زیاد مجبور هستند که یک سری امتیازات بسیار مهمی رو و بنیادینی رو به کردها بدن. همینطور که میدونید کردها در ترکیه تحت ستم بسیار شدیدی قرار داشتن و دارن و در حال حاضر هم تعداد زیادی از کسانی که انتخاب شدن برای شهرداری ها و برای نمایندگی پارلمان در زندان های ترکیه به سر میبرن. به هر حال این انتخابات بسیار خشنی خواهد بود. در چند هفته گذشته قتل‌های سیاسی در ترکیه صورت گرفته، اوضاع سیاسی در کشور بسیار متشنج هست و انتقال قدرت از اردوغان به سمت مردم، به سمت کسانی که به اصطلاح در مخالف اردوغان هستند، حرکت مسالمت آمیز و کم خطری نخواهد بود. احتمال جنگ داخلی در ترکیه وجود دارد. احتمال جنگ داخلی رو من در ترکیه بالای 50% میبینم و اگر هم جنگ داخلی در ترکیه صورت نگیره در انتخاباتی که پیش خواهد آمد احتمال زیاد اردوغان شکست خواهد خورد و حکومتی دموکراتیک تر و بسیار دموکراتیک تر از امروز در ترکیه پیاده خواهد شد و احتمال خیلی زیاد حقوق اساسی کردها رو به اصطلاح تثبیت و تأمین خواهد کرد. اگر این اتفاق نیفته اتفاق جنگ داخلی ممکن اتفاق بیفته و ترکیه رو به سمت تجزیه پیش ببره. به هر حال در سال 2023 اتفاقاتی پیش خواهد آمد که این اتفاقات بسیار بنیادین خواهد بود برای کردها. احتمال جنگ داخلی چه در ایران چه در ترکیه بالای 50% است و در هر حالتی این جنگ داخلی با این به اصطلاح پیش زمینه و این پیش فرض باید در نظر گرفته بشه که احزاب کرد و کردها به اصطلاح بسیار تشکیلاتی تر، بسیار سیاسی تر و بسیار به اصطلاح منسجم تر فعالیت میکنن از دیگر اقوام و به هر حال در هر تشنجی که در منطقه اتفاق بیفته، در هر کدوم از این کشورها اتفاق بیفته، کردها دست بالاتری دارن نسبت به اقوام دیگه‌ای که در این جغرافیا زندگی میکنن. به هر حال سال 2023 سالی خواهد بود که احتمال خیلی زیاد کردستان به سمت حکومتی فدرال و دموکراتیک و مستقل پیش خواهد رفت و احتمال اینکه این کردستان مستقل رو در سال 2023 یا 2024 ببینیم بسیار بالا خواهد بود. ممنون و سپاسگزارم از شما که تا انتهای برنامه رو دیدید و اگر براتون ممکن است و پسندیدید برنامه رو لایک بکنید و اگر براتون ممکن هست کامنت بنویسید، بازنشر بدید و اگر کانال من رو تعقیب نمی کنید، اگر براتون امکان پذیر هست کانال رو تعقیب بکنید. به امید اینکه در فردایی بسیار آزاد و دموکراتیک همدیگر رو از نزدیک ببینیم.